شما صاحب هر کسب و کاری باشین یا محصولی رو برای فروش داشته باشین، باید برای معرفی اون محصول یا برندتون تولید محتوا داشته باشین. حالا خیلیاتون نمیدونید که تو چه مسیر باید این تولید محتوا رو انجام بدین یا ایده‌ای برای تولید محتوا ندارین. تو این ویدیو میخوام بهتون یه سری ایده برای تولید محتوا تو کسب و کارتون بگم. تو این ویدیو همراه من باش. خب قبل از همه چی دوبار بزن رو صفحه این ویدیو رو لایک کن و ذخیرش کن که اگر این ایده ها رو یه موقع یادت رفت دوباره ویدیو رو ببینی، و برای همه دوستاتم هم بفرست تا بتونن از این ایده ها تو کسب و کارشون استفاده کنن. خب 5 تا ایده برای تولید محتوا تو کسب و کار میخوام بهت بگم. اول از همه محتوای آموزشی هستش. یعنی چی؟ یعنی هر تخصصی که داری و بیا آموزش بده. مثلا سفالگری تخصصته، بیا اونو آموزش بده. یا مثلا حسابداری تخصصته، بیا اونو آموزش بده. این میشه یک ایده برای تولید محتوا. یعنی یه سری از محتوای تو میتونه آموزشی باشه. معرفی دوره‌های رایگان یا کتاب، بیا کتاب برای اون حوزه فعالیتت معرفی کن. کتابایی که خوندی و واقعاً ارزش خوندن داره رو بیا معرفی کن، یا یه مختصر، یه کوتاه، یه خلاصه از اون کتاب بیا تو قالب ویدیو به مخاطبات بگو. آموزش یا راهنمای پایه برای کسایی که میخوان تازه وارد اون حوزه فعالیت بشن. یعنی چی؟ یعنی برای منی که تازه میخوام وارد اون کار بشم، بیا یه سری آموزش‌های کوتاه بذار. اینقدر این آموزشه باید جذاب باشه که اگر مخاطبی وارد پیج تو میشه و حتی اگر هیچ پیش زمینه ای راجع به اون کار یا فعالیتتون نداره و اصلا علاقه ای نداره، با دیدن یه ویدیو جذاب تو ممکنه که علاقهش به اون کار بیشتر بشه و حتی مسیرش رو عوض بکنی. مثال میزنم، یه نفر هستش که آشپزیش خوبه، تو همونو بیا به عنوان تخصص خودت قرار بده و آموزشش بده، میشه آموزش دستور پخت غذاهای مختلف. یا مثلا یه نفر کارش گردشگریه، همش تو سفر هستش، من مخاطب وقتی میام توی یه پیج که طرف مثلا کارش گردشگریه، یه ویدیو میبینم که از معرفی مکان گردشگری گذاشته، ممکنه انقدر جذبش بشم که بگم آقا من حتما میخوام برم توی تور اینا شرکت بکنم. نرم افزار تخصصی، اکثر فعالیت‌هایی که ما انجام میدیم یه نرم افزار تخصصی داره. مثلا طرف کارش حسابداریه، نرم افزاری که بلده نرم افزار هولو هستش، همونو میتونی تو قالب تولید محتوا بیای آموزش بدی، آموزش‌های کوتاه کوتاه از نرم افزار هولو رو توی پیجت قرار بدی. یا داشتن هر تخصص دیگه، یعنی تو هر زمینه‌ای فعالیت کنی، هر شاخه‌ای که توش تخصص داشته باشی میتونی بیای اونو آموزش بدی. این میشه اولین ایده بر تولید محتوا، یعنی آموزش دادن. ایده بعدی، محتوا بر مبنای معرفی. معرفی بهترین سایت‌ها یا منابع آموزشی. مثلا من کارم تدوین هستش، میام یه سری سایت هایی که ازش میتونین رایگان موسیقی دانلود کنین یا پلاگین فوتج دانلود کنین و توی استوری یا محتوای پیجم بهتون معرفی میکنن. معرفی راه های پردرآمد در حرفه شما. یعنی چی؟ میام یه سری سایت های فریلنسری رو به شما معرفی میکنم، میام یه سری تکنیکا رو بهتون یاد میدم که با اونا میتونین کسب درآمد بیشتری داشته باشین. اینا همه میشه ایده برای تولید محتوا. معرفی ترندها یا ابزارهای مهم تو کار شما. یه چالشی ترند میشه، من میام اونو تو قالب آموزش توی پیجم قرار میدم، این میشه تولید محتوا. معرفی ابزارهای کارآمد، پلاگین جدیدی میادش، ترانزیشن جدیدی میاد، میام اونا رو تو استوری یا پست بهتون معرفی میکنم. پس شما میتونین از همین ایده توی کسب و کار خودتون استفاده بکنید. و اما محتوا بر مبنای راهنمای خرید. یعنی چی؟ یعنی اگر یه محصولی رو برای فروش دارین، من مخاطب باید بدونم که چجوری میتونم این محصول ازتون تهیه کنم. شما فروشگاه حضوری دارین؟ آیا خرید اینترنتی هم میتونم از شما انجام بدم؟ سایت هم دارین؟ پس میتونی اینا رو بیای تو قالب پست یا استوری معرفی کنی. مقایسه محصولات برای خرید. یعنی اگر چند تا محصول داری، بیای اینا رو معرفی کنی یا ویدیو آنباکس بذاری از محصولاتت. این مقایسه خیلی بچه‌ها میتونه براتون مفید باشه. وقتی دو تا محصول داشته باشین که من ندونم آقا فرق اینا چی هستش، خب شما اگه بیاین تو قالب یه پست فرق اینا تفاوتشون رو بگین کدوم از اون یکی بهتر هستش، باعث میشه که مخاطب جذب پستای شما بشه و حتی برای انتخاب بهتر اون محصول بتونه تصمیم بگیره. و یا نشون دادن جریان فروش یا ارسال محصولاتتون که میتونه ایده خیلی خوبی برای تولید محتوا باشه. سوالات متداول. قطعا هر محصولی داشته باشین، هر خدماتی داشته باشین، مخاطبین شما یه سری سوالات از شما میپرسن. این سوالات رو شما میتونین به خود طرف جواب بدین یا نبیاین تو قالب پست و استوری بهشون پاسخ بدین. شاید این سوالا سوال خیلی دیگه هم باشه که شما با این کار به همه شون دارین جواب میدین.
نبایدها رو پرهیز کردن. اکثر ما وقتی میخواییم دنبال یه ایده بگردیم برای پست و استوری، دنبال اینیم که چی رو به بهترین شکل انجام بدیم، از این میخواییم به اون ایدمون برسیم. اما خیلی وقتا میتونیم از نبایدها صحبت کنیم، یعنی اگر همه میان راجع به این صحبت میکنن که چجوری ما بیایم مخاطب بیشتری بگیریم، چجوری مثلا بیشتر تو اکسپلور بریم، چجوری فالوور بیشتری دریافت کنیم، شما میتونی از نبایدها صحبت کنی. یعنی چی؟ اینکه چیکار بکنی که کمتر آنفالوت بکنن. این میشه نبایدها و پرهیز کردنها که میتونه ایده خوبی برای تولید محتوا باشه. اما یه گونی ایده دیگه هم تو اسلاید بعدی براتون آوردم که خیلی سریع میگم و از اینا هم میتونید استفاده کنید. تعاریف یا اصطلاحات تو کسب و کارتون، مقایسه، بررسی محصولات، تاریخچه‌شون، اشتباهات رایج، آمارها، ایده ها، جایگزین ها. ایده ها یعنی بیاین خودتونم راجع به اون محصول یا چیزی که دارین ایده های جذاب تر به مخاطبتون انتقال بدین. داستان پردازی خیلی خیلی میتونه مهم باشه. داستان های شما، رضایت مشتری، نتایج ترفندها، نقد و بررسی، نقل قول، مناسبت ها، مصاحبه، معرفی فیلم، فوتوکلیپ، پادکست صوتی، اینا همه ایده هایی هستش که شما تو هر کسب و کاری که هستین میتونین ازشون استفاده کنین و تولید محتوا رو انجام بدین. در حال حاضر چیزی که باعث میشه خودت، محصولت، برندت دیده بشه، مطرح بشه، تولید محتوا هستش. مطمئن باش که اگر الان استارتشو نزنی تا چند سال دیگه انقدر رقیبای زیاد پیدا میکنی، انقدر آدمای دیگه میان تو این صنعت که اصلا تو دیگه دیده نمیشی. پس همین الان تا دیر نشده استارت کارو بزن و تولید محتوای حرفه‌ای داشته باش. دمتون گرم، لایک و کامنت و شیر و سیو یادتون نره تا ویدیوهای بعدی هم همراه من باشین.